هرچه گشتی در این شهر هرچه گشتی در این شهر نبود اهل دلی سلام خدمت شماها بینندگان خوب تلویزیون ما. لبتون خندون، دلتون شاد. امید است که همیشه سربلند و پیروز باشید. آرزوی ما این است که گل لبخندی را به لبهای شما بنوشیم و با همین آرزو از شما ازن دعوت میکنم به برنامه مخصوص تلویزیون ما که به خاطر گل روی شما ازن تهیه و تدارک دیده شده به شما عزیزان خوش بگذره. Thank you.
برنامه امشب همانطور که میدونید بزرگداشت از مولانا خواهد بود که امسال سال جهانی مولانا است که در یونسکو انتخاب شده. ما نیز اولین گروهی هستیم که به استقبال مولانا و بزرگداشت از مولانا میریم. خواستم که از کتابی که تازه از زیر چاپ در اومده براتون یک مقداری صحبت کنیم و این کتاب را معرفی کنیم و بیروا نیستش که امشب این کتاب را میخواییم معرفی کنیم، زیرا که نویسنده این کتاب آقای مهندس همایون ابراهیمیه که سرپرست انجمن دوستداران مولانا هستش. نام این کتاب درفش مهر هست و چه نام زیبایی برای این کتاب، زیرا که ایشون نمونه بارز یک فردی اسرائیلی است که به زادگاهش علاقه داره، مهر می‌ورزه. شعری را که مسرور گرامی، مسرور عزیزمون که ایشون هم شهروند کرمانشاه هستن و برای این کتاب و برای آقای مهندس همایون ابراهیمی سرودن، براتون می‌خونم و بعد ادامه خواهم داد. درفش مهر کتابی بود که هر ورقش بسی حکایت شیرین تر از شکر دارد. درفش مهر چو باقی بود که هر نخلش هزار شاخه زرین به جای بر دارد. درفش مهر چو یک شاخه پر از ثمر است که جای میوه و برگش در و گوهر دارد. درفش مهر شرابی بود که هر قدحش به کام باده کشان مشقی دگر دارد. هر آنچه رفته زیادت ز شهر کرمانشاه درفش یاد تو آرد که از او خبر دارد. فقط میخواستم از طرف دانشگاه تل‌آویو و از طرف بخش خاورشناسی دانشگاه تل‌آویو به شما تبریک بگم و بگم که ما همه فرزندان رومی هستیم. یعنی قلب های ما هم قلب هاییست که در ایران با همون اشعار مثنوی و غزلیات شمس تبریز از کوچکی این در وجود ما ریشه دوونده و هنوز هم وجود داره و اینها چیزهاییست که ما چه بخواهیم چه نخواهیم به عبری صحبت میکنیم ولی خواب همونو به فارسی میبینیم. به هر حال من میخواستم دوباره از یکی که شما تشکر بکنم و خیلی از این که قدم رنجه کردیم و تشریف آوردین متشکرم و امیدوارم که بتونین در برنامه‌های آینده مرکز ایرانشناسی و بخش ایرانشناسی دانشگاه تل‌آویو شرکت بکنیم و ما را سرافراز کنیم. دوباره از همه شما متشکرم و قربان شما. خداحافظ شما. Thank you.
آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن که من هم یه چند کلمه راجع به این کتاب صحبت بکنم. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. خوشبختانه در یک سال اخیر چندین کتاب به زبان فارسی منتشر شده که بعضی از اونها معرفی شدن و برخی دیگر هم در آینده معرفی خواهند شد. و کتابی که امروز معرفی میشه درفش مهر است. اسم بسیار بسیار با مسمایی است و خود نمودار عمق و کانون طرز تفکر نگارنده کتاب است که فقط جز مهر و دوستی و وحدت و یگانگی به چیز دیگری نگاه نمیکنه. و من چون در رابطه تنگاتنگی با ایشون هستم میدونم که در زندگی خصوصی و در محل کار و با افراد دقیقاً همین مسئله را انجام میدن، نه اینکه فقط یک اسمی را انتخاب کرده باشند برای کتابشون. تا اونجا که این کتاب امکان داشته به زبان فارسی سره نوشته شده، از بکار بردن کلمات تازی عربی تا اونجا که امکان پذیر بوده خودداری شده و این نمودار این است که عمق معلومات آقای مهندس را در زبان فارسی که کمتر کسی امروز میتونه اینطور صحبت بکنه نشون میده. به هر جا ناتوان دیدی توان باش، به هر جا ناتوان دیدی توان باش، به سود مردم خاموش زبان باش. ستم کش را اگر دیدی بر آشوب، ستمگر را چون مشتی بر دهان باش. چفتد بر جبینت خط پیری، مکن افسردگی در دل جوان باش. زمانی در هوای خیش بودی، یه عمری در هوای این و آن باش. استاد سعید مانی، من با این آگاهی های خیلی کمی که در مورد تار در ایران دارم، اول میدونم که تار یکی از اصیل‌ترین سازهای ایرانیه و من در حافظه خودم چند تا از استادان تار در حافظه داشتم: استاد کرنل وزیری، استاد پیرنیاکان، استاد علیزاده، استاد نصرالله مجد، استاد شهنازی، استاد فرهنگ شریف، استاد تاکستانی و استاد لطفی. امشب هم باید اضافه بکنم استاد سعید مانی. امیدوارم که ادامه داشته باشه این برنامه ها و هر وقت از ما کمک بخوایی ما اینجا هستیم. و مخصوصا این برنامه ماه مارچ که
دو ماه کمتر 8 هفته دیگه مونده. آقا شما مسئولیتی بزرگی به عهده گرفتید و من تنها چیزی که میدم اینه که وقتی من شریک یه برنامه هستم میخوام موفق بشه و مطمئنم که با کمک شماها و دیگران موفق خواهیم بود و این اسم ایران را برعکس دولت ایران که اینقدر به خاک رسونده ما یه خورده سعی کنیم بالا ببریم. خیلی متشکرم. حقیقت قضیه در ابتدا این است که عرفان فارسی به طور کلی ریشه‌ای در اصل ایرانی دارد. اینکه بگوییم عرفان فارسی در همامیخته‌ای از عرفان هندی، چینی، سرخپوستان، بوداییان و سایر عرفان‌هاست گرچه تا حدودی درست است، ولی واقعیت عرفان ایرانی ریشه پارسی دارد. خیلی سپاسگزارم از اینکه به من محبت کردین که در تلویزیون شما یه آگاهیایی که در مورد کتابم دارم به حضورتون تقدیم کنم. عرضم به حضورتون من یک کرماشایی وابسته به فرهنگ فارسی هستم که بیشتر از 38 سال در اسرائیل زندگی میکنم، ولی اون دلبستگی و وابستگی که به فرهنگ فارسی دارم به ویژه مردمان شریف کرمانشاه یه دلبستگی مخصوصیه و خودت هم کرمانشاهی هستی و اینه میدونی. من بیشتر از 7 ساله که دارم در رابطه با اون محبتی که از کرمانشاهی ها به ارث بردیم و با خودمون آوردیم در این کتاب صحبت میکنم، از مردم شریفش، از رفتار و کردار مردم کرمانشاه، از دوستی های بسیار عمیقی که بین یهودیان کرمانشاه و مسلمان ها بود. خود من بهترین دوستان من مسلمان بودن و تمام اینا رو در این کتاب میدونی به راحتی ببینی. البته یک کتاب پژوهشی تحقیقاتی در این کتاب کردم، در تاریخ اسرائیل، تاریخ یهود، تاریخ به وجود آمدن سازمان آلیانس که دبیرستان و دبستان اتحاد در کرمانشاه درست کرد. نویسندگان بزرگ کرمانشاه اومده، جناب آقای رهی معیری ازش نام شده، آقای معینی کرمانشاه ببخشید، از آقای لاهوتی نویسنده و شاعر بزرگ کرمانشاهی، از بزرگان یهود در کرمانشاه نام آوری شده. هر کسی بخونه به یاد کرمانشاه خواهد افتاد. خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم. خواهش میکنم. دوستان ارجمند، یاران همیشه در میدان مبارزه برای بهروزی و شادمانی همگان، همسر مهربانم جانت که در راستای 34 سال زندگی دوش به دوش در تلخی ها و خوشی ها همراه هم بوده، همشیره هایم و در میانشان فریه با وفا که در پیچ و خم زندگی دلسوزم بوده و برای دلگرمی هم امشب در اینجاست، دوستانی که در کل راه زندگی روشنگر تاریکی هایم بودند، ایزد را سپاس که در نشیب و فراز زندگی همیشه با بیشمار دوستان زیستن که یادآوری نام تک تکشان در این نگارش کوتاه نمی گنجد، ولی تک تکشان را از دل جان برخواسته می ستایم و دستهای توامندشان را می فشارم. جای دارد از چند دوست مهربان که برای برگزاری این گردهمایی برای شناخت کتاب درفش مهر کوشیدند خرمنی سپاس را پیشکش کنم. درفش مهر را در پی 7 سال گردشگری در اندیشه و کوچه پس کوچه های دل نگاوشتم تا در پرتو همیشه درخشان مهر و دوستی این کشکول پربار را به دوستان مهر و دوستی هدیه کنم. در این کتاب 425 برگی کمتر واژه های بیگانه را میبینید. تا اونجا که در توانم بوده با واژه های زبان شیوای پارسی نوشتم. در لابلای برگ های کتاب زود پی خواهید برد که نویسنده درویشی است خاکی از سرسا پردگان شاهنشاه درویشان و اندیشه مولاناست که شما را بلبال سیمور می نشاند و به آسمان های دور می برد تا آنچنان را آنچنان تر به تماشایتان آورد.
شهر کرمانشاه زادگاهم را از دل جان برخواسته دوست دارم و در لابلای کتاب کوشش کردم تا شما را با مردمانش که در مهربانی و مهمان نوازی نامدار ایرانیانند آشنا کنم. آفرینده کهکشان من را ستودم و کیش و تاریخ یهود را بگونه ای فشرده و خستگی ناپذیر به خواننده بازگو می کنم. جا داره که از دوست کرمانشاهی بکنم که از به نمایندگی از طرف تلویزیون ما اینجا تشریف آوردن با مدیریت جناب آقای مطیعی و واقعا یک دونه از شما سپاسگزاریم. تا برنامه های آینده شما را به خدای بزرگ می سپارم. همیشه سربلند و پیروز باشید. עד כאן תוכניתנו, מקווה שנהנתם. شادی کنید نیت به دومادی کنید دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید. روز روزگارم دل بیقرارو داشتم صاف نشده ماتم شبای تارو داشتم شبای تارو داشتم. تو که اومدی بهار اومد بهار موندگار اومد چشمه و ابر و بارون تو کار نبود تو کار اومد. فکر بهار رو داشتم قصه یارو داشتم تازه نبود یه اون بود این دل زارو داشتم این دل زارو داشتم. بود واسه خوشبختی تو اومدی دریا شد تو اومدی دریا شد. فکر بهار رو داشتم قصه یارو داشتم تازه نبود یه غم بود این دل زارو داشتم این دل زارو داشتم.
که غم درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره ای مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد، مرا به دام می کشد.